خبر فوری واکنش جالب عطا محمد نور و تادین خان برادر جنرال رازق در پیوند به کشته شدن قاسم سلیمانی در بغداد. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید و چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. عکس العمل جنرال تادین خان، برادر شهید جنرال رازق، فرمانده امنی کندهار در رابطه با کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق. تادین خان در صفحه فیسبوکش چنین نگاشته است: جنرال هلاک شده ایرانی در عراق نه تنها تروریست بین المللی بود، بلکه در فعالیت‌های تروریستی در افغانستان نیز دخیل بود. تادین خان همچنان افزوده است: وی در افغانستان عامل شهادت هزاران زن، جوان و سربازان افغان گردیده بود و اگر زنده می‌ماند ممکن سبب ترور و وحشت بیشتری در افغانستان میشد. همچنان در صفحه فیسبوکش تادین خان در ادامه چنین نگاشته است: من با سیاسیون خود بسیار متاسف هستم که برخلاف افکار ملت به وی القاب ستایش را اهدا می نمایند. در همین حال با گزارش آریانا نیوز، عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی با نشر پیام به کشته شدن قاسم سلیمانی واکنش نشان داد. عطا محمد نور رئیس شورای اجرایی حزب جمعیت اسلامی با نشر پیام در صفحه فیسبوکش نوشته است که جهان امروز از هر زمان دیگر به صلح و امنیت نیاز دارد. حادثه اخیر در بغداد با جان آقای سلیمانی سبب نگرانی ملت‌های منطقه شده است. آقای نور می افزاید که حمایت سخاوتمندان آقای سلیمانی به نمایندگی از کشور ایران از حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان الدین ربانی و قهرمان ملی احمدشاه مسعود خصوصا در دوره مقاومت ثبت تاریخ شده و ملت با پاس افغانستان آن را فراموش نمی کند. او تاکید دارد که امریکا نیز یکی از شرکای مهم استراتژیک افغانستان در عصر جمهوری دانسته می شود و در مبارزه علیه تروریستان و ساختن یک افغانستان آزاد حفظ تداوم مناسبات دوستی با هر دو کشور مبتنی و استوار بر حفظ منافع ملی ما و احترام متقابل با اهمیت است. مردم افغانستان با تجربه سالیان جنگ و خشونت رای حل مسالمت آمیز در اختلافات پیش آمده میان طرفین تاکید می نماید. جنرال قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران صبح روز جمعه در حمله هوایی آمریکا در میدان هوایی بغداد عراق ترور شد. وزارت دفاع ملی آمریکا ضمن تایید خبر کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی گفته که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا شخصا دستور این حمله را صادر کرده است. ترامپ در آغازین زمان انجام این حمله بیرق آمریکا را بدون هیچ توضیح توییت کرده است. قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروهای قدس سپاه قدس پاسداران انقلاب ایران بود، یکی از گروه هایی که ایالات متحده آمریکا آن را در فهرست گروه های دهشت افغان بین المللی قرار داده است. آقای سلیمانی در حمله نظامیان آمریکایی در جمعه 13 جدی کشته شد. با گزارش صدای آمریکا، قاسم سلیمانی به تاریخ 11 مای مارچ 1957 میلادی در شهر رابر در ولایت کرمان ایران به دنیا آمد. او در اوایل انقلاب اسلامی به کار آغاز کرد و در سال 1979 بعد از اینکه انقلاب اسلامی ایران پیروز شد به سپاه پیوست. سلیمانی در بخش های جنوب غربی ایران در سرکوب کردن نیروهای کردنشین نقش برجسته ایفا کرد.
با آغاز جنگ ایران و عراق قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده جنگ فعالیت داشت و در این جنگ نقش کلیدی داشت. او در سال 1983 میلادی با سپاه قدس پاسداران پیوست و بعد از ختم جنگ ایران و عراق تا پیش از مرگش در سپاه قدس پاسداران ایران نقش بارز ایفا کرد. بعد از جنگ ایران و عراق بخش عمده فعالیت او در بخش مبارزه با گروه های قاچاق مواد مخدر و همچنین حفاظت از مرزها در ولایت های همجوار با پاکستان و افغانستان بود. سلیمانی یکی از چهره های مورد اعتماد علی خامنه ای رهبر ایران محسوب می شد و در سال 1998 میلادی توسط خامنه ای به عنوان فرمانده سپاه قدس ایران منصوب شد. سلیمانی تنها مقامی است که موفق به دریافت نشان ذوالفقار عالی ترین نشان نظامی ایران بعد از انقلاب ایران تا سال 2019 شد. سلیمانی که هنگام کشته شدن 62 ساله بود دومین شخص قدرتمند در ایران به شمار می رفت و تنها پاسخگو به علی خامنه ای رهبر ایران بود. سلیمانی رابطه نزدیک با فرماندهان شبه نظامیان شیعه عراق، لبنان، فلسطین، سوریه و یمن داشت. او در عراق با سه گروه اصایب اهل الحق، کتایب الحزب الله و سازمان بدر، در لبنان با گروه حزب الله، در فلسطین گروه حماس و گروه جهاد اسلامی، شورشیان حوثی در یمن و در سوریه با گروه فاطمیون از ارتباط نزدیک و همکاری های گسترده برخوردار بود و بنابر گزارش اسوسییتد پرس قاسم سلیمانی هزاران جنگجوی وفادار را در عراق، سوریه، لبنان، یمن و نوار غزه آموزش داده است. او در سال 2018 میلادی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا را هشدار داده و گفته بود شما قدرت و توانایی جنگ متعارف ما را در منطقه می دانید. بنابراین در مورد توهین مردم و رئیس جمهور ایران محتاط باشید. ایالات متحده آمریکا سلیمانی را یکی از مهره‌های اصلی در طراحی فعالانه حملات بر نظامیان آمریکایی نامیده و او را مسئول سازماندهی حملات به شمول حمله 27 دسامبر بر پایگاه‌های ائتلاف در عراق خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا روز جمعه 3 دسامبر در صفحه توییترش نوشته است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران مسئول مرگ میلیون ها انسان به شمول اعتراض کنندگان ایرانی بوده است و گفته است او باید چند سال پیش از بین برده می شد. در همین حال سپاه قدس پاسداران ایران در اوایل جنگ ایران و عراق به عنوان بخشی از سپاه برای فعالیت های بیرون مرزی تشکیل شد و سپس به عنوان مهمترین بخش نظامی ایران تبدیل شد. نیروی سپاه قدس پاسداران ایران در صفوف نیروهای طرفدار بشار الاسد در سوریه داخل بوده و پس از شکست رژیم صدام حسین در عراق رابطه نزدیک با گروه های شبه نظامی شیعه عراق داشتند. این در حالی است که کشته شدن قاسم سلیمانی از فرماندهان نظامی بلندپایه ایران در حمله ارتش آمریکا در بغداد توسط روزنامه‌های امروز شنبه کابل به صورت گسترده پوشش داده شده است. شماری از روزنامه‌ها سرمقاله خود را به مرگ او و واکنش‌ها به مرگ او اختصاص داده است. روزنامه 8 صبح نوشته که واکنش حکومت افغانستان بر رویداد قتل قاسم سلیمانی باید سنجیده شده و دقیق باشد در وضعیتی که تنش بین قدرت‌های بزرگ جهانی و منطقه‌ای داغ می‌شود. کابل از جهت‌های گوناگون زیر فشار قرار می‌گیرد تا به سود یک طرف موضع بگیرد، ولی افغانستان ناگزیر است که از سیاست سنتی بی‌طرفی در منازعه‌های جهانی و منطقه‌ای پیروی کند. دوستان عزیز، سپاس از این که تا این دم با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوهای بیشتر و مطالب دیگر ما چنل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فشار دهید. همچنان برای بهبود هرچی بیشتر برنامه‌های بعدی ما نظریاتتون را با ما شریک سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.